سلام بارها عرض کردم خدمت شما که کشور ما متاسفانه طولانی ترین دوره تورمی در تاریخ بشریت رو تجربه کرده سوال این هست که مگر چه اتفاقی در کشور ما افتاده که ما برای 50 سال نتونستیم تورم رو کنترل کنیم اگر ما به تاریخ برگردیم ملاحظه می کنیم که از در دهه 1340 ما برترین رشد اقتصادی رو در جهان داشتیم به همراه نرخ تورمی که در طی ده, ده, سال یک چیزی حدود زیر دو درصد بوده پس ما شرایط رشد اقتصادی بالای غیر تورمی رو در گذشته تجربه کردیم سوال این هست که از دهه 1150 اگر چه اتفاقی افتاد که ما تورم رو به طور مداوم داشتیم تا امروز پاسخ در درآمد نفتی نهفته هست وقتی کشوری اقدام به فروش منابع طبیعی میکنه مثلا نفت رو به فروش میرسونه حالا از درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی این کشور میتواند اقدام به ساخت زیر ساختا بکنه مثلا پیشرفته ترین فرودگاه دنیا رو داشته باشه مثلا شما اگر ملاحظه فرمایید در همسایگی ما کشور امارات شهر دوبی دو, تا دو, 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 یا سه فرودگاه داره یکی از فرودگاه بزرگترین فرودگاه المللی دنیا هست یعنی از درآمد ارزی سعی شده استفاده بشه برای ایجاد زیرساختها یا باید این کار انجام بشه یا این که این درآمد نفتی رو مثل کشور ما ما تقدیم در واقع دولت تقدیم بانک مرکزی کرده بانک مرکزی ارز رو دریافت میکنه به ازای اون ارز پول در اختیار دولت قرار میده سوال این هست که مگر بانک مرکزی پول داره که پول رو در اختیار دولت قرار بده پاسخ این است که نه بانک مرکزی پول نداره ولی بانک مرکزی خالق پول هست بانک مرکزی قدرت انحصاری خلق پول داره خب حالا مسئله اینجاست که اگر بانک مرکزی قدرت انحصاری خلق پول داره این خلق پول آیا تأثیرهای منفی در اقتصاد میگذاره یا نمیگذاره پاسخ این است که بله کاملا میگذاره چون این خلق پول در واقع خلق پول بدون پشتوانه است این خلق پول خلق پایه پلیس، خلق پول پرقدرته متاسفانه در طی پنجاه سال گذشته هر زمانی ما درآمد نفتی داشتیم از این درآمد نفتی به عنوان بهانه استفاده کردیم مستمسک قرار دادیم برای اینکه بانک مرکزی اقدام به خلق پول بکنه و همین خلق پول مداوم مزمن 50 ساله موجب شده که ما متاسفانه طولانی ترین دوره تورمی در جهان رو شاهد باشیم. سوالی مطرح میشه که چگونه ممکنه یک کشور بتونه تورم رو کنترل کنه به خصوص برای کشور خودمون این سوال مطرح هست ما طولانی ترین دوره تورمی در تاریخ بشریت رو داشتیم 50 سال هست که ما به طور مداوم بدون توقف متاسفانه نرخ تورم بالا رو تجربه کردیم پاسخ در این هست که اگر شما واقعا میخواید تورم رو کنترل کنید دو نو سیاست همسو باید در پیش گرفته بشه یک سری سیاست های ای که تحت عنوان سیاست های مالی هم شناخته میشه و دیگری سیاست های پولی هر دوی اینها باید همزمان به کار گرفته بشه تا ما بتونیم معضل تورم رو مداوا کنیم جبران کنیم در مورد سیاست بودجه و سیاست مالی مسئله این هست که کسری بودجه در بلند مدت کاهش پیدا کنه اما اینکه که کسری بودجه در کوتاه مدت حتی اگر افزایش هم پیدا کنه میتونه ضد تورمی باشه به این صورت که اگر کسری بودجه از محل اوراق تامین بشه و حجم گسترده اوراق در بازار عرضه بشه عرضه این حجم گسترده اوراق موجب در واقع جمع پول در جامعه میشه و این تا یک حدی تاثیر غیر تورمی یا ضد تورمی خواهد داشت اما از سوی دیگر عرضه ممتد اوراق در بازار موجب کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ اوراق میشه افزایش نرخ اوراق اتفاقا تاثیر جدی ضد تورمی داره همزمان با این در واقع این سیاست انتشار اوراق رو ما تحت عنوان سیاست انبساطی بودجه یا سیاست انبساطی مالی میشناسیم همزمان با این قضیه میبایست در اقتصاد ما بانک مرکزی برای کوتاه مدت نرخ بهره را افزایش بده تا اینکه نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود اوراق تقریبا برسه به تورم انتظاری پس از اون به طور ممتد و مداوم بانک مرکزی میتونه همزمان با کاهش تورم انتظاری نرخ اوراق رو هم کاهش بدهد در طی دو سه سال گذشته متاسفانه سیاست های پولی و سیاست های بودجه‌ای که اجرا شد با سیاست کنترل تورم در تعارض و در اختلاف جدی قرار میگیره که من در آینده در این مورد خدمت شما توضیحات بیشتری را عرض خواهم کرد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم